امید تازه برای پایان کابوس کرونا در جهان. مجوز تزریق عمومی واکسن فایزر بایو انتک در بریتانیا صادر شد. در ادامه برنامه امشب مهر تایید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس برای کاهش تعهدات هسته‌ای ایران. روحانی میگوید برای دیپلماسی مضر است. از مدیر سیاست‌گذاری سازمانی که مخالف هسته‌ای شدن ایران است میپرسیم تصویب طرح مجلس چقدر نگران کننده است. ما 2,300,000 بشکه نفت را یا در بازار بین المللی یا در بازار داخلی خواهیم فروخت. تحویل بودجه سال آینده ایران به مجلس در غیاب رئیس دو قوه. دولت انتظار دارد درآمدهای نفتی 4 برابر شود. و در برنامه صد زن امشب فکر می‌کردیم همیشه که غیر قابل انجام، غیر قابل گفتن، غیر قابل رسیدن، اون لحظه ما از اون لحظه عبور کردیم. گفتگو با یکی از زنان سرشناس جنبش میتو در ایران و نگاهی به پرونده هایی که نسرین ستوده وکالت آنها را به عهده گرفت. این فعال حقوق بشر به قول خودش امروز از زندان بزرگ به زندان کوچک برگشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. بالاخره بعد از ماه‌ها قرنطینه و ممنوعیت تحولی امیدوار کننده. بریتانیا امروز اعلام کرده که واکسن ویروس کرونا ساخت شرکت فایزر بایو انتک را برای استفاده اضطراری تایید کرده. سازمان نظارت بر فرآورده‌های دارویی و بهداشتی بریتانیا گفته که استفاده از این واکسن افراد را تا 95% مقابل ابتلا به ویروس کرونا ایمن می‌کند. این سازمان اجازه داده که از هفته آینده واکسیناسیون در بریتانیا آغاز شود. اتفاقی که می‌تواند نقطه شروع پایان این سال سخت و سیاه باشد. در حالی که بسیاری از کشورهای ثروتمند میلیون‌ها دوز از واکسن را سفارش داده‌اند، سوال اینجاست که کی نوبت دیگر کشورها مثل ایران و افغانستان می‌شود. بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از شیدا هوشمندی. خبر کوتاه که میلیون‌ها بریتانیایی منتظر شنیدن آن بودند. واکسن کرونا ظرف چند روز آینده در دسترس قرار می‌گیرد. آژانس ناظر بر داروها و محصولات بهداشتی در بریتانیا ایمنی واکسن کرونا ساخت فایزر بایونتک را تایید کرده. به این ترتیب بریتانیا اولین کشور جهان است که واکسیناسیون همگانی برای مقابله با کرونا را آغاز خواهد کرد. رسیدن به واکسن در کمتر از یک سال اتفاقی تاریخی است. معمولاً این پروسه 10 سال طول می کشد. از تحقیق و توسعه تا آزمایشان، از مجوز گرفتن تا تولید و توزیع در مقیاس انبوه. این پروسه حالا از 10 سال به 10 ماه تقلیل یافته. آزمایش های مختلف سریع‌تر و به موازات هم انجام شدند و تولید واکسن قبل از مجوز قانونی شروع شده و حالا قرار است با این سرعت به دست مردم برسد. وزیر بهداشت بریتانیا به بی بی سی گفته که در مرحله نخست 800,000 دوز برای تزریق در دسترس قرار می گیرد. بعد از آن سرعت تزریق واکسن به سرعت تولید آن بستگی خواهد داشت. از هفته آینده می توانیم واکسیناسیون را شروع کنیم. اول واکسن را در دسترس افراد آسیب پذیر می ذاریم. برای هر فرد 2 تزریق انجام خواهد شد که بین هر تزریق باید 21 روز فاصله باشد. بعد از واکسیناسیون افراد آسیب‌پذیر، واکسن در دسترس بقیه مردم قرار می‌گیرد. این نه تنها جان مردم را حفظ می‌کند، بلکه کمک می‌کند که همه ما به زندگی عادی و آنچه دوست داریم برگردیم. شرکت فایزر بایونتک حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که نتایج آخرین مرحله از آزمایش‌ها روی این واکسن نشان می‌دهد که 95% مؤثر و البته بی‌خطر است. این شرکت هنوز منتظر تایید واکسن از سوی سازمان غذا و دارو امریکاست. در بریتانیا هم نظر مردم درباره واکسن 2 دست است. دسته ای که از خبر تایید واکسن استقبال می کنند. خبر خیلی خوبیه برای تموم کردن سال 2020. و این دسته دیگر که هنوز درباره واکسن تردید دارند. نمیدونم. خوب واضحه داروهای زیادی هستن که خیلی سریع تولید میشن، اما معمولا چند سال روشون آزمایش میشه، بعد در دسترس عموم قرار میگیرن. برای همین تردید دارم. البته واقعا برای اونایی که ریسک ابتلاشون بالاست خبر خیلی خوبیه.
خبر مهیا شدن واکسن در بریتانیا برای این مرد هم بردی سیاسی بود. نخست وزیر بریتانیا به خاطر عملکرد دولتش و اعمال محدودیت‌های اخیر برای کنترل شیوع کرونا از سوی همحزبی‌هایش تحت فشار بود. این اما اول راه است و واکسیناسیون دشواری‌های خاص خودش را دارد، به ویژه زمانی که به مرحله توزیع گسترده می‌رسد. بریتانیا 40 میلیون دوز از واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر بایونتک را سفارش داده که برای واکسینه کردن 20 میلیون نفر کافی است. واکسن‌های ساخت شرکت‌های دیگر هم ممکن است به زودی تایید شوند و در دسترس قرار بگیرند. یکی از آنها واکسن ساخت شرکت مدرنا است که از تکنیک مشابه فایزر استفاده کرده. بریتانیا 7 میلیون واکسن ساخت مدرنا را هم سفارش داده. در این نوع واکسن جدید از تکنیک mRNA استفاده شده که در آن با بکارگیری یک کد ژنتیکی به بدن یاد داده می شود که چگونه با ویروس کرونا مقابله کند. این نخستین بار است که این نوع واکسن در سطح گسترده به انسانها تزریق می شود. شیدا هوشمندی، BBC. دکتر دیوید ناباروف، نماینده ویژه سازمان جهانی بهداشت از شهر زوریخ سوئیس با ماست. آقای ناباروف، خوش آمدید به برنامه. عده‌ای تردید دارند که با توجه به سرعتی که بریتانیا تصویب کرد این واکسن رو، بخوان واکسن رو دریافت بکنند. نظر شما چی؟ آیا این تردیدها به جاست؟ Thank you for the question. متشکر هستم از سوالی که از من کردید. من به شما خواهم گفت که این واکسن در مقادیر بسیار محدودی در دسترس عموم هست. اجازه بدین این نکته را هم به شما بگم که این واکسن لازمه نگهداریش این هست که در فضای بسیار سرد نگهداری بشه، زیر 60 درجه سانتیگراد. ضمناً مدتی هم طول میکشه تا این واکسن بتونه در دسترس عموم قرار بگیره. یک طرحی فعلا ما در دست بررسی داریم، به ویژه از طرف سازمان بهداشت جهانی، که دسترسی به واکسن رو در سراسر جهان افزایش بده. اسم این طرح کوواکس نام داره. من معتقد هستم که این امکان رو فراهم خواهد کرد که این واکسن در کشورهای مختلف بتونه به تدریج در دسترس مردم طی ماه‌های آینده قرار بگیره. اما نمیتونم بگم که با چه سرعتی هر کشور میتونن این واکسن رو دریافت بکنن، اما مدتی طول میکشه. سازمان بهداشت جهانی از ابتدا هم گفت که یک تلاش بین‌المللی برای کنترل این پاندمی وجود داره. فکر میکنید که، میدونیم که الان بسیاری از کشورهای ثروتمند به سرعت دوزهای فراوان سفارش دادن این واکسن رو، آیا میشه انتظار داشت که به دیگر کشورها هم برسه به موقع واکسن؟ سیستمی که ما الان تونستیم اون رو برنامه ریزی راجبش بکنیم به است کوواکس که بخشی از برنامه سازمان بهداشت جهانی است، این اجازه رو خواهد داد که همه کشورهای مختلف بتونن دسترسی به واکسن داشته باشن. من نمیدونم که کشورهای مختلف با چه سرعتی بتونن دسترسی پیدا بکنن، ما چون فعلا در مراحل اولیه هستیم. چه زیرساخت های نیاز هست آقای ناباروف، با توجه به این که اشاره کردید به منهای 60 درجه سانتیگراد نیاز هست برای نگهداری این کشورهای در حال توسعه و فقیر، آیا دارن زیرساخت های استفاده از این واکسن رو اساسا؟ من فکر کنم بسیار دشوار خواهد بود، چالش خواهد بود برای کشورهای فقیر اون زیرساخت‌های لازم رو پیدا بکنن، مخصوصا در مناطقی که دور از دسترس هستن، در مناطق دورافتاده که بتونن دسترسی به این واکسن پیدا بکنن. برای همین یک سری واکسن‌های دیگه‌ای در حال تولید هستند که احتیاج نداره برای نگهداریشون اونها رو در فضای اینقدر سرد نگهداری. اونها
اونها هم الان در مرحله آزمایش هستن و بعد خواهیم فهمید که آیا امن و مؤثر هستن یا نه و اون موقع به اون کشورها اطلاع خواهیم داد. چون الان در مرحله بسیار ابتدایی هستیم با این فرایند تولید واکسن، نمیتونم من جواب قطعی و جامع به شما بدم. شما پیشتر در یک مصاحبه گفته بود که برای تابستان سال 2021 سال آینده مراسم پرجمعیت برگزار نخواهید کرد. با توجه به خبر امروز آیا اون برنامه هاتون رو تغییر میدید؟ فکر میکنید در تابستان ممکنه زندگی به حالت عادی برگرده؟ من شخصا فکر نمی کنم که همه چیز به حالت عادی برگرده تا آخر سال 2021، چرا که حتی اگر بعضی از واکسن ها در دسترس عده‌ای قرار بگیرند در اوایل سال آینده میلادی، فقط در حد مقادیری ارائه خواهند شد که به جای یک ذره از ضریب مرگ و میرها و بیماری‌های حاد که از در افراد از همه بیشتر آسیب پذیر رو کاهش بدیم. اگه ما بتونیم بخوایم در اون مقیاس بزرگ ابتلا به کرونا که الان وجود داره بخوایم تغییر ایجاد بکنیم، باید بتونیم بخش بزرگی از جمعیت رو بهشون واکسن بزنیم و این ماه‌های زیادی طول میکشه. برای همینه که به شما میگم من شخصا هیچ برنامه‌ای ندارم که مثلا در تابستان 2021 بخوام کاری بکنم یا حتی تا آخر سال 2021. متشکرم. دیوید ناباروف، نماینده ویژه سازمان بهداشت جهانی. My pleasure. How nice to be with you. Bye-bye. در ایران شورای نگهبان طرح مصوب مجلس برای کاهش تعداد هسته‌ای را تایید کرد. این طرح را مجلس دیروز در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده از شهرهای کلیدی برنامه هسته‌ای این کشور تصویب کرده بود. با اجرای این مصوبه به نظر نمی‌رسد چیزی از توافق برجام که مهمترین دستاورد دولت حسن روحانی بوده باقی بماند. آن هم در شرایطی که در آستانه تغییر دولت در آمریکا امید به احیای این توافق بیشتر شده. در همین حال فعالان اصولگرا هم بعد از ترور اخیر به سختی به آقای روحانی و دولت او تاختند. به نظر می رسد که این رویداد بر صحنه سیاست داخلی ایران هم اثر گذاشته. آرش مومنیان گزارش می‌دهد. تسلیم شد آمریکا، مرگ بر اسرائیل. پس لرزه‌های سیاسی ترور محسن فخری‌زاده، طرحی دو فوریتی برای کاهش تعهدات هسته‌ای ایران که دیروز به تصویب مجلس ایران رسید و امروز با وجود مخالفت دولت شورای نگهبان آن را با اصلاحاتی جزئی تایید کرد. مجلس میگوید واکنش به ترور دانشمند هسته‌ای است و هدفش برچیدن تحریم‌ها. منتقدان نزدیک به دولت اما میگویند تبلیغات رئیس اصولگرای مجلس است و این واکنش دیگر به کشته شدن محسن فخری‌زاده و تهدید دولت. از سوی فریدون عباسی، خاطی رو من میدونم در مورد آقای فخری‌زاده، رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت محمود احمدی نژاد و نماینده فعلی مجلس و رئیس کمیسیون انرژی. تهدیدم میکنم الان، گفتم اگر بخوام این طایفه یا قبیله برجامی بخوام این شهید بزرگوار مصادره کنم و خرابش کنم برای این مطامع ضد ملی خودشون، من اقدام شدیدی خواهم کنم. من اشاره آقای عباسی شاید به این عکس هاست که خبرگزاری ایرنا چند روز پیش منتشر کرد، از اعطای نشان درجه دو خدمت به محسن فخری‌زاده حدود 6 سال پیش. بعضی از منابع نزدیک به دولت نوشتند که اعطای نشان به خاطر همکاری در برجام بوده. من همچنین میخوام تشکر کنم. در این جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا هم آقای روحانی گفت محسن فخری‌زاده مشغول ساخت کیت تشخیص کرونا بوده در سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع که رئیسش بود. به گفته منابع اطلاعاتی غیر ایرانی اما او مسئول پیشبرد فعالیت‌های نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی دست کم در مقطعی در دو دهه گذشته بوده. فعالیت‌هایی که ایران می‌گوید هرگز نداشته. و این سخنان آقای عباسی درباره کار فخری‌زاده. تخصصش و تمامش هسته‌ای بوده. ولی اینقدر وقاحت داشتن که روزی که ایشون شهید شد و فردای اون صدا و سیما رو تحت فشار گذاشته بودن که
هسته‌ای بودن ایشون رو پوشش ندن. او دولت حسن روحانی را هم به ایجاد مشکلاتی برای آقای فخری‌زاده و تشکیلات او متهم کرده بیان که وارد جزئیات شود. محمد جواد کریم قدوسی یک نماینده اصولگرای دیگر مجلس هم آقای روحانی را متهم کرده که مقدمات دیدار و مصاحبه یوکیو آمانو رئیس وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی با آقای فخری‌زاده را فراهم کرده. دیداری که سازمان انرژی اتمی ایران میگوید هرگز رخ نداده و ادعای آقای قدوسی درباره چگونگی شناسایی محسن فخری‌زاده از اساس نادرست است. مرگ آقای فخری‌زاده آنچنان که سرلشکر محمد باقری فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح گفت ضربه‌ای سخت به مجموعه دفاعی ایران بود. ترور او به تایید شخصیت‌هایی مثل محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حفره‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را نمایان کرد و حالا به نظر می‌رسد که باعث عمیق‌تر شدن شکاف‌های جناحی در درون نظام حاکم بر ایران شده، چیزی که به گفته عباس سلیمی نمین از چهره‌های اصولگرا باعث شده قند در دل قاتلان محسن فخری‌زاده آب شود. آرش مومنیان، بی بی سی. محمد ملکی از چهره‌های سرشناس فرهنگی و دانشگاهی ایران امروز درگذشت. آقای ملکی فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و اولین رئیس دانشگاه تهران بود. بسیاری او را به دلیل فعالیت‌های مدنیش می‌شناختند. محمد ملکی به همین دلیل بارها در 14 دهه اخیر به زندان افتاد و حبس‌های طولانی گذراند. او در جوانی و پیش از انقلاب هم دست کم یک بار به زندان افتاد. این سرسختی او تا پایان عمر و با وجود کهولت و کسالت باقی ماند، از جمله در کارزار لغو اعدام و تلاش برای مبارزه با حجاب اجباری. این حرف‌های اوست در همدلی با اعتراض به حجاب اجباری. کردم که چند روزی است دختران قهرمان ایرانی ابتکار جدیدی در مخالفت با زور و زورگویی از خودشون نشون دادن. با اون این است که مسئله این روسری یا حجابی که به سر دارند، این رو در خیابون از سرشون بر می‌دارن و می‌زنن یک جایی روسری رو گله چوب می‌کنن و می‌گردونن. به نظر من این کار یک کار بسیار بسیار زیبایی است، چون هیچ وقت نباید به زور لباس برای مردم تعیین کرد. محمد ملکی در اوایل دهه 60 به موج پاکسازی سیاسی دانشگاه‌ها موسوم به انقلاب فرهنگی به شدت اعتراض کرد. نتیجه این اعتراض حکم اعدام بود که در نهایت به حبس 5 ساله بدل شد. حبسی که خودش میگوید با شکنجه و انفرادی طولانی مدت همراه بود و بعد از آن بازنشستگی مصلحتی و آغاز تجربه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های نانوشته. بخش از سخنان او را در دفاع از عملکردش در دانشگاه تهران بشنوید. که به امر ایشون و اصرار ایشون مسئولیت دانشگاه تهران رو قبول کردم، تنها 8 تا تانگ چیفتن انگلیسی در محوطه دانشگاه مستقر بود و یک گروه در دانشکده فنی تعلیمات نظامی میداد و گروه دیگر در دانشکده علوم، و صدها و هزارها قبضه اسلحه های گوناگون در مسجد دانشگاه انباشته بود. آقای ملکی در سال 79 دوباره به زندان افتاد، اما نامش زمانی که به معترضان به نتایج انتخابات جنجالی سال 88 پیوست شاید بیش از هر زمان دیگری به گوش نسل جوان رسید. محمد ملکی با وجود سرطان پس از اعتراضات سال 88 به زندان افتاد و همیشه تحت نظر و ممنوع الخروج بود و تا پایان عمر هم از دیدار با فرزندانش بیرون از ایران محروم ماند. پیکر او چنان که می‌بینید امروز بر شانه‌های عده‌ای از دوستدارانش از جمله نرگس محمدی فعال سرشناس حقوق بشر تشییع شد.
محمد ملکی چند ماه پیش از درگذشتش نامه‌ای معروف به بیانیه 14 را امضا کرد که خواهان کنار رفتن آیت الله خامنه‌ای از قدرت و گذار از جمهوری اسلامی شده بود. بیانیه‌ای که فشار زیادی بر امضا کنندگانش از جمله او وارد کرد. اما آقای ملکی تا پایان عمر پا پس نکشید. مگر می شود وقتی می شنوم دو رئیس قوه قضاییه که هر دو از سوی آقای خامنه ای انتخاب شده اند و باید مدافع مال و جان مردم باشند، این چنین همدیگر را متهم به دزدی و چپاول اموال مردم می کنند، ساکت باشم و سکوت بکنم. متاسفانه هر شب و روز می شنویم از دزدی ها، از خیانت ها، از بیداد ها، چه بر سر مردم بیاید. اما حسین موسویان، رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران، از تهران با ماست. آقای موسویان خوش آمدید به برنامه. آقای ملکی به کرات از رأیی که در حمایت از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب دادند، عذرخواهی کردند از طرفدارانشون و گفتند که من اشتباهی کردم که در تلاشم که اون اشتباه رو جبران بکنم. حکومت مطلوبی که آقای ملکی تمام عمر برای رسیدن بهش مبارزه کردند چه حکومتی بود؟ با درود به شما و هموطنان عزیزم، آقای دکتر محمد ملکی از پیروان راه دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران بود. ایشون در همان زمان دولت ملی دوران دانشجویی خودش رو طی می‌کرد و بعد از کودتای 28 مرداد در نهضت مقاومت ملی، بعد در جبهه ملی ایران در سال 39 به بعد فعال بود. بنابراین چیزی که مطلوبش بود راه مصدق بود: آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و تفکیک و جدایی دین از دولت. اینها هدف‌هایی بود که دکتر ملکی دنبال میکرد و در تمام عمرش کوشا بود در این راه و بارها و بارها خودش و خانوادش رو در معرض خطر و نابودی قرار داد و چندین بار دوره‌های طولانی و کوتاه و بلند مدت و غیره رو در زندان سپری کرد و تا آخر عمرش هم شجاعانه از منافع ملی ایران و از ملت ایران، آزادی ها و حقوق ملت ایران دفاع کرد. و آقای مصطفی، از جمله صحبت های آقای ملکی این بود که زگهواره تا گور آزادی به جوی، و دیدیم که حتی در سالهای پایانی عمرشون علارغم بیماری در راه آزادی مبارزه کردند و تلاش کردند. فکر میکنید که این پشتکار، این سرسختی از کجا نشأت میگرفت؟ واقعا این شعارشون رو خودشون بهش عمل کردن. همینجور که در دوره دبیرستان، در دبیرستان دارالفنون در سال 28-29 وارد فعالیت آزادی خواهانه شدند و تا آخرین روز حیاتشون هم در همین راه بودند و دنبال حق و عدالت و ارتقا و آبادی وطنشون ایران بودند و در این راه از هیچ کوششی مضایقه نکردند و بنابراین این شعاری که دادن زگهواره تا گور آزادی به جور رو خودشون بهش عمل کردن. متشکر از شما. حسین موسویان، رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران.
اما همطور که پیشتر اشاره شد، شورای نگهبان طرح مصوب مجلس برای کاهش تعهدات هسته‌ای ایران رو تایید کرده. برای گفتگوی بیشتر در این باره، جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ماست. آقای برادسکی، خوش آمدید به برنامه. فکر می‌کنید که با تصویب این طرح توسط شورای نگهبان برجام به پایان رسید؟ من فکر نمی کنم میشه گفت این پایان راه برای توافق هسته‌ای هست. همچنان فکر می کنم که عناصری در حکومت ایران هستند که سعی خواهند کرد اون دو ماه رو که شورای نگهبان اجازه داده برای ابلاغ این مصوبه، این را یه ذره تمدید بکنند. این فکر کنم نشون میده که حکومت ایران داره سعی میکنه موضع خودش رو تقویت بکنه و یک اهرامش رو در دست داشته باشه، تقویت بکنه در برابر جامعه بین‌الملل. این کار رو قبلا در سال گذشته هم میکردن، یک سری مهلت هایی رو برای توافق هسته‌ای میدادن به اتحادیه اروپا. مهلت ها میامدن میرفتند، ولی در واقع توافق هسته‌ای همونطور که میبینیم الان واقعا به زور داره سعی میکنه زنده بمونه. بعضیا هستن در حکومت ایران مسلماً که بیشتر بخش بزرگتری هستن، دارن سعی میکنن که مقابله عناصر تند رو بایستند. چقدر تصویب این طرح میتونه موضع ایران رو تقویت بکنه؟ من فکر نمی کنم موضع ایران تقویت بشه، به این معنی که مجلس در ایران قدرت محدودی داره. اون شورای امنیت ملی هستش که پرونده هسته‌ای رو در دست داره. این نکته اول. نکته دوم اینه که در نهایتاً حرف رهبر ایران خواهد بود که حرف آخر رو میزنه، و در نهایت مجلس شورای اسلامی در ایران واقعا موضوعیت نداره در خیلی زمینهای دیگه، نه فقط در زمینه سیاست خارجی، در زمینه سیاست داخلی هم موضوعیت نداره. برای همین من زیاد فکر می‌کنم این بیشتر تلاشی از طرف تندروها برای اینکه دست دولت روحانی رو ببندند پیشاپیش قدرت گرفتن دولت جو بایدن در آمریکا. در فضای کنونی آقای برادسکی، بعد از ترور محسن فخری‌زاده و همچنین فشارهایی که ایران در دو سه سال گذشته متحمل شده، فکر می‌کنید که اصلا فضا برای دیپلماسی هنوز وجود داره؟ من فکر می‌کنم که بله، یک فضای برای دیپلماسی وجود می‌داشت اگه دونالد ترامپ برنده می‌شد. من چون می‌دونید تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده اتفاقاً زمینه رو فراهم کرد که بشه دیپلماسی مؤثرتری بین ایران و آمریکا فراهم بشه. برای همین من فکر می‌کنم که دولت جو بایدن ما درس‌های لازم رو از اشتباهات برجام بگیره و وقتی مذاکرات جدید رو با ایران شروع می‌کنه اون درس‌ها رو به کار بگیره. با این احوال خود حسن روحانی هم شخصیت سیاسی اون اولیه‌شو در ایران نداره، اون قدرت و وزن نداره و نمیتونه از طرف حکومت ایران وارد مذاکره بشه. برای همین من فکر کنم که دولت جو بایدن به نفعش هست که با سرعت به برجام برنگرده، بتونه یک واقعیتی که مربوط به 5 سال پیش رو دوباره زنده بکنه که دیگه وجود نداره، مخصوصا در تهران که شرایط سیاسی کاملا عوض شده و به نظر من یک رئیس جمهور جدید در ایران این فرصت رو خواهد داشت، فرصت و امکانات بیشتر خواهد داشت که وارد یک مذاکرات خیلی گسترده تر بشه در طی سالهای آینده. جو بایدن در گفتگوی با نیویورک تایمز گفته که کماکان به وعده‌اش به بازگشت به برجام پایبنده اگر که ایران برگرده. با توجه به تحولات چند روز اخیر فکر می‌کنید ایران چقدر دستش بازه برای بازگشت به برجام؟ من فکر می‌کنم که ایرانی‌ها می‌تونند به برجام برگردند. دولت روحانی و دولت ظریف دارن سعی میکنن که یک فرمولی رو پیش بکشن که بازگشت در برابر بازگشت، که هم آمریکا برمیگرده برجام، هم ایران برمیگرده برجام به طور همزمان و دو جانبه. ولی آمریکا این رو قبول نخواهد کرد، برای اینکه آمریکایی ها میخوان وقتی به برجام برمیگردن در شرایطی برگردن که
این امکان وجود داشته باشه که اگر لازم باشه بتونن دوباره تحریم ها رو برگردونن که در برجام پیش بینی نشده به اون شکل. برای همین فکر میکنم که الان دینامیزم قضیه به این شکل تغییر کرده. متشکرم. جیسون برادسکی، مدیر سیاست گذاری سازمان اتحاد علیه ایران هستی. بودجه سال 1400 ایران در غیاب رئیس جمهوری و رئیس مجلس تقدیم مجلس شد. درآمدها و هزینه‌های دولت در سال آینده تقریباً 930 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 1.5 برابر بودجه امسال است. دولت پیش بینی کرده که حدود 200 هزار میلیارد تومان از صادرات نفتی درآمد کسب کند که 4 برابر بودجه امسال است. بهرنگ تاج‌دین نگاهی کرده به تصویر کلی لایحه سال آینده. جناب آقای امیری، معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور، عجیب ترین مراسم تحویل بودجه سالهای اخیر. لایحه بودجه سال 1400 رو تقدیم مجلس شورای اسلامی میکنم. لایحه‌ای که در غیاب رئیس جمهوری و رئیس مجلس، معاون پارلمانی رئیس جمهور تحویل نایب رئیس دوم مجلس داد. نیامدن حسن روحانی داد بعضی از نمایندگان را درآورد. آقای رئیس جمهور می آمدن در صحن حاضر می شدن، یه توضیح در بحث بودجه 1400 می دادن، مردم می شنیدن، بعد این بودجه تحویل مجلس می شد. طبق لایحه بودجه، درآمدها و هزینه های دولت قرار است از 650 هزار میلیارد تومان امسال به 930 هزار میلیارد تومان در سال 1400 برسد، یعنی 43% بالا برود. البته با در نظر گرفتن تورم احتمالاً 30% سال آینده، طبق تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول، میزان رشد بودجه عملاً حدود 10% است. برای تأمین این هزینه های اضافه، دولت روی افزایش درآمدهای نفتیش حساب ویژه‌ای باز کرده. دولت انتظار دارد که سال آینده 200 هزار میلیارد تومان از صادرات نفتی درآمد کسب کند، 4 برابر درآمدش در بودجه امسال. قابل تأمین هست. رئیس جمهوری میگوید این افزایش درآمدها به معنی حساب باز کردن روی مذاکره با آمریکا برای لغو تحریم ها نیست. ممکنه بعضیا بگن آقا دولت بر مبنای خوشبینی این که میتونه مسائل هسته‌ای رو حل بکنه، مشکلات خارجی رو حل بکنه. نه، دقت کنید من چی میگم. ما 2,300,000 بشکه نفت را یا در بازار بین المللی یا در بازار داخلی خواهیم فروخت. پس بنابراین این بودجه یک بودجه قطعی است برای ما. نفت ما رو بیشتر خواهیم فروخت در سال آینده، اما پولش رو یا برای توسعه مصرف میکنیم یا برای توانمندسازی اقشار محروم مصرف خواهیم کرد. در مقابل، رئیس مجلس حساب کردن روی درآمدهای نفتی را تکیه بر باد خواند و گفت مجلس تلاش می‌کند کسری بودجه را کم کند. نفت خیر و برکت است، ولی اتکای به نفت شر مطلق و تکیه بر باد است. تلاش خواهیم کرد در همین لایحه فشار کسری بودجه به عنوان ام المصائب اقتصادی و خلق نقدینگی و تورم را کاهش دهیم. طبق لایحه بودجه سال 1400 در مجموع حدود 40% از هزینه‌های دولت قرار است با مالیات‌ها و درآمدهای ناشی از خدمات دولتی تأمین شود. دولت پیش بینی کرده که 1/3 هزینه‌هایش را با قرض گرفتن از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و نیز فروش 90 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی تأمین کند و 1/4 باقی مانده‌اش را با فروش نفت و دارایی‌هایش. بسیاری از پیش بینی‌های دولت درباره درآمدهایش در سال آینده را می‌توان خوشبینانه خواند. منابعی که اگر محقق نشوند، دست دولت جلوی بانک مرکزی دراز می‌شود، کاری که نتیجهش احتمالاً رشد نقدینگی و تورم کمرشکن است. بهرنگ تاج‌دین، بی بی سی. و حالا صد زن.
قتل رومینا اشرفی 13 ساله به دست پدرش و خودسوزی سحر خدایاری از هواداران تیم فوتبال استقلال در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب موجی از خشم و همدردی در ایران و به ویژه در فضای مجازی به راه انداخت. در مورد اول انتقادات شدید درباره عدم تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و در مورد دوم عدم به رسمیت شناختن حق ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی. آیا مرگ این دو دختر جوان تغییری در قوانین تبعیض آمیز حکومت ایران علیه زنان ایجاد کرد؟ مریم افشان گزارش می‌دهد. در 18 شهریور ماه سال گذشته بر اثر سوختگی شدید جان داد. از هواداران سرسخت تیم فوتبال استقلال بود و لقب دختر آبی گرفت. بازی استقلال العین اسفند ماه 1397. سحر خدایاری برای دیدن این بازی با لباس مبدل به استادیوم رفت و همانجا دستگیر شد. چند روز در زندان ماند و بعد با وثیقه آزاد شد. چندی بعد برای بازپس گرفتن تلفن همراهش و احتمالاً پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه کرد. گفته می شود از حکم چند ماه زندانش مطلع شده، اما اینکه در دادگاه دقیقاً چه شنید و چه اتفاقی افتاد روشن نیست. اما همان روز و در مقابل همان دادگاه خود را آتش زد. مرگ دختر آبی واکنش های زیادی را به ویژه در فضای مجازی برانگیخت. فشار افکار عمومی و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا باعث شد تا چند ماه بعد از مرگ او در مهر ماه 98 زنان ایران برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی به طور رسمی و با خرید بلیت اجازه حضور در ورزشگاه و تماشای فوتبال مردان را پیدا کنند. بسیاری معتقدند زنان گرفتن این حق را مدیون مرگ دختر آبی هستند. حقی که سالیان سال زنان زیادی برایش مبارزه کردند و حتی بازداشت و زندانی شدند که فقط بتوانند مانند مردان در استادیوم فوتبال را تماشا کنند. حالا و با فشار افکار عمومی و فیفا تنها یک بار به طور رسمی از این حق استفاده کردند. فروش برق‌آسای بلیط‌ها هم حاکی از شکست یک سیاست و عقب‌نشینی در حوزه تبعیض جنسیتی بود. تغییری که به باور بسیاری بهایش جان دختر جوانی بود. بعد از خودسوزی سحر خدایاری به خاطر کمپین‌های بزرگی که انجام شدش و فشارهای بین‌المللی که به وجود اومدش، زن‌ها تونستن یک بار وارد استادیوم آزادی بشن که خب خیلی هم اتفاق مهمی بودش، ولی چقدر این حرکت میتونه مستمر باشه، چقدر میتونه در واقع به یک روندی تبدیل بشه که بگیم که یک همچین اتفاق ناگواری تونست منجر به یک تغییر بشه. رومینا اشرفی 13 ساله بود زمانی که پدرش با داس او را کشت به دلیل دوستی و فرار با دوست پسر 28 سالش. قتل رومینا نه اولین قتل ناموسی در ایران است و نه آخرین، اما خشم افکار عمومی را برانگیخت، بیش از همه انتقاد از مسئولان که چه زمان تصمیم دارند قانون حمایت از حقوق کودکان را تصویب کنند. در اواخر خرداد و تنها چند هفته بعد از قتل رومینا و بیش از یک دهه سرگردانی بین مجلس و دولت و شورای نگهبان، سرانجام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد. هیچ قانونی به تنهایی نمیتونه حافظ حقوق کودکان باشه. البته که یک قانون خوب میتونه علاوه بر اینکه جنبه بازدارندگی داره، به بالا بردن سطح آگاهی عمومی هم کمک بکنه. از این منظر قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوبه خرداد 1399 قانون خوبی محسوب نمیشه. این قانون همچنان بر بستر مردسالاری و شریعت نوشته شده و در مواردی از جمله اونچه که ما به عنوان قتل‌های ناموسی میخونیم کاملا ناکارآمد و ضعیف عمل میکنه. قتل رومینا و خودسوزی سحر تلنگری به جامعه زد و حتی باعث تغییر در قوانین و مناسباتی شد که از طرف حکومت به زنان تحمیل می شود. اما سوال اینجاست چرا تغییرات اینقدر دیر هنگام صورت گرفته و تناسبی با اتفاقات این چنین که از دست رفتن جان زنها را به دنبال داشته ندارد؟ متاسفانه
جامعه مدنی ما به شدت سرکوب شده و چیزی که از اون باقی مونده یک بدنه بسیار ضعیف هستش که اجازه هیچ گونه واکنشی به اون داده نمیشه. وگرنه وقتی که توی دهه 70 آریان گلشنی زیر شکنجه های پدرش کشته شد و خب اعتراض ها به این بودش که چرا مادر حضانت را نداره و چرا کودک آزاری شده، در حالی که واکنش های جامعه، خب موقع سوشال مدیا نبوده، رسانه های اجتماعی اینترنتی نبودن که بتونن انقدر خبر رو به اعماق جامعه ببرن، ولی همون واکنش های محدودی که بین مردم ایجاد شد رو انجمن حمایت از حقوق کودکان تونست سازماندهی بکنه و این اعتراضات رو به سمتی ببره که منجر به تغییر دو قانون شد، هم تغییر قانون حضانت و هم تصویب قانونی علیه کودک آزاری. و همونجا شیرین آبادی توی دادگاه گفتش که خونبهای آریان تغییر این قانون هست و این اتفاق افتاد. همین تغییرات کوچک و ساده حکایت از سالها تلاش مداوم اما منسجم زنان برای به دست آوردن طبیعی ترین حق انسانیشان است. زنانی که راهی طولانی را پیموده و راهی طولانی در پیش دارند و به این امید دارند که از این پس بهای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز خون و جان زنان نباشد. مریم افشنگ، بی بی سی. در برنامه صد زن بی بی سی هر سال نام صد زن برجسته و الهام بخش رو معرفی میکنیم برای قدردانی از زنانی که در سراسر دنیا در زمینه‌های مختلف برای رسیدن به برابری تلاش میکنند. لاله عثمانی، کنشگر افغان، یکی از صد زن منتخب امسال بی بی سی هست و از کابل با ما هستند. خانم عثمانی اولین بار کمپین نام من کجاست را آغاز کردند، اعتراضی که عامل تغییر بزرگی در قانون افغانستان شد و نام مادران تا پیش از اون در شناسنامه هک نمی‌شد و پس از کمپین خانم عثمانی در شناسنامه نام پدر مادران هم در کنار نام پدران جا گرفت. خانم عثمانی خوش آمدید به برنامه. برامون بگید که در کمپینی که به راه انداختید با چه چالش‌هایی روبرو بودید؟ با عرض ادب حضور شما و مخاطبین برنامه‌تون، خب کمپین ما همونطور که شما ذکر کردین 3 سال طول کشید و ما با چالش‌های فراوانی روبرو شدیم. اولین چالش و بزرگترین چالش ما، چون ما به یک عقیده همگانی اشتباه حمله کردیم، مقابله با یک جامعه سنتی بود، مقابله با جامعه‌ای که 99% حدود 99% مردمش نمیپذیرفتند همو حرف ما را، و به خاطر اینکه این سنت سالها بود که در خود جامعه ریشه دوانده بود و در جزی از همو محرومیت ها و محدودیت های شده بود که در بطن جامعه برای زنان پرورش یافته بود. ما گفتم بزرگترین چالش ما روبرویی و مقابله با جامعه بود که به شدت سنتی بود و متعصب. جامعه سنتی که دارین راجع به صحبت میکنین، زنانش چه فکر میکردن؟ آیا زنها در ابتدا همراه شدند با کمپین شما یا اونها مقاومت میکردن؟ در اون حدی که ما فکر میکردیم بیشتر از او بود، اما در سال اول، در سال 2017 زمانی که ما شروع کردیم کمپین را، متاسفانه نداشتیم همراهی زنان را به اون شکلی که باید، اما رفته رفته به طول 3 سال تلاش ما تانستیم که بسیار زیاد، یعنی یک میزان قابل توجهی از همراهی زنان را با خود داشته باشیم که همی همراهی و حمایت زنان و اتحادشان باعث شد که این قانون به تصویب برسد. گفتگوهای صلح دولت و طالبان در جریان، شما چه نگرانی دارید برای دستاوردهایی که فعالان زن در این سالها داشتند؟ من هم مثل همه زنان افغان، تنها نگرانی ما از دست دادن دستاوردها است، از دست دادن دستاوردهایی که در خیلی از مواقع قربانی های بسیار زیاد گرفت و دستاوردهایی که متاسفانه شکننده هم هست، و امیدوار هستیم که در مورد دستاوردهای زنان، کسانی که دو طرف گفتگو کننده صلح هستند، حتی یک قدم هم عقب نرن و ما این خواستر از با هشتگ ها، با کمپین های مختلف از دو طرف گفتگو کننده خواستیم، و نگرانی ما گفتم مثل نگرانی تمام زنان افغان از دست دادن دستاوردها و تلاش هایی که زنان در این سال های اخیر انجام دادن. متشکرم. شما لاله عثمانی، کنشگر افغان، با ما.
زنان ایرانی در یک سال گذشته برای اولین بار به کمپین میتو یا من هم پیوستند. اونها از آزار و اذیت جنسی که بر اونها در محل کار، دانشگاه و جامعه رفته بود حرف زدند. در جامعه‌ای که هنوز شاید آمادگی صحبت کردن در این موارد رو نداشت و چالش‌های بسیاری به همراه داشت. سارا امتلی یکی از اولین زنانی بود که درباره آزارهای جنسی به طور علنی صحبت کرد و عواقب اون رو هم به جون خرید. از او پرسیدم چه شد که تصمیم گرفت در این باره صحبت کنه. کل این اتفاق یک شبه نبود، یعنی یک تصمیم یک شبه نبود. به هر حال مدت‌ها از این مسئله گذشته بود و من خیلی وقت بود که بهش فکر، به انجام این کار، به صحبت کردن به طور علنی درباره این موضوع فکر می‌کردم. راستش نقطه عطفش فکر می‌کنم زمانی بود که جنبش میتو در امریکا و کلاً در غرب به راه افتاد و پیامدهایی که داشت، اتفاقهایی که می‌افتاد و شکل تحسین برانگیزی که داشت این شجاعت زنان در گفتن، بیان کردن واقعیت‌های تلخی که بر اونها گذشته بود، خب این برای من خیلی الهام بخش بود و فکر می‌کردم که اگر یک روزی یک زن ایرانی شروع کنه در این مورد حرف زدن، من حتما دومین نفری خواهم بود که ازش حمایت، در واقع دومین نفری خواهم بود که میام این موضوع رو مطرح میکنم و از این فرد حمایت خواهم کرد. ولی در مورد، با توجه به اون اتفاقایی که افتاده بود توی حالا همون 3-4 روز قبل از اینکه، یکی دو هفته قبل از اینکه من بنویسم در این مورد، با خودم فکر کردم خب چرا تو اولین نفر نباشی؟ چرا فکر میکنی که شجاعت کافی رو برای اینکه با اسم خودت بیای و در مورد این موضوع حرف بزنی چرا نداری؟ یه مقدار این فکر کردم به این موضوع برام اولش سخت بود. فکر می‌کردم که خب تنها سوالش اینه که واقعا شجاع نیستی به اندازه کافی و تحمل پیامدهاش رو نداری. تحمل پیامدهاش رو داشتین به خاطر اینکه به هر حال هم عده‌ای استقبال کردند و حمایت کردند، هم عده‌ای هجمه‌های تندی علیه شما داشتن بعد از صحبتاتون، تحملش رو داشتید؟ فاکتور خیلی خیلی مهمی که باعث شد من بنویسم این بود که میدونستم، مطمئن بودم که از حمایت اطرافیانم، اطرافیان نزدیکم، خانوادم و دوستانم برخوردار خواهم بود. اما راستش تصور حجمه های بیشتری داشتم. تصور من در مورد بازخوردهایی که میگیرم متفاوت بود. فکر میکردم که حمله ها خیلی بیشتر از پیام های همدلانه و حمایتگرانه است. اما گفتن این نکته واقعا به نظرم ضروریه که هر چقدر این پیغام های حالا حاوی قربانی نکوهی، سرزنش فردی که اومده و حرف زده و حاوی انکار در واقع کم باشه در قیاس با پیام های همدلانه، باز هم از میزان گزندگیشون کم نمی کنه. و خب من در طول این مدت تونستم با فکر کردم به 2-3 تا موضوع مسئله رو برای خودم میخورده بشکافم و بفهمم اون افرادی که من رو انکار میکنن، افرادی که بهم حمله میکنن، چیه که باعث میشه این اتفاق بیفته و این موضع رو بگیرن. و درک اونها خیلی به من کمک کرد که کنار بیام با موضوع و تحملش برام راحت باشه. در کنار درک اونها، موضوع خیلی مهمی که به من کمک کرد این بود که میدونستم که ما به هر حال در جامعه‌ای زندگی میکنیم که از فقدان آموزش کافی درباره مسائل مرتبط با زنان، مسائل جنسی و جنسیتی، رابطه جنسی سالم و برابر رنج میبریم. این فقدان در آموزش رسمی ما خیلی جدیه و خب ما هیچ کدوم آموزش ندیدیم برای اینکه در چنین موقعیتی با چنین اتفاقهایی چجوری به شکل سازنده برخورد بکنیم. این دو موضوع در کنار هم خیلی به من کمک کرد که با این پیام‌های منفی کنار بیام و از خودم و از سلامت روانم مراقبت کنم. فکر می‌کنید که حرکتی که شاید شما به نوعی شروع کنندش بودید ادامه پیدا بکنه یا اینکه مثل یک موجی بود که آروم گرفت؟ من فکر می‌کنم که یک لحظه‌ای بود که
مثل یک ظرف کریستالی که به نقطه شکستن میرسه شکست، و یک چیزی که فکر میکردیم همیشه که غیر قابل انجام، غیر قابل گفتن، غیر قابل رسیدن، اون لحظه ما از اون لحظه عبور کردیم. شاید از این به بعد زنانی که بخوان موضوع رو مطرح بکنن راحت تر بتونن قدم بردارن، حرف بزنن، اعتماد به نفسش رو پیدا بکنن که بیان و صحبت کنن. اما در غیاب، من فکر میکنم، قوانین حمایتگرانه از زنان در ایران، خب ما شاهد جنبش دامنه داری مثل جنبش میتو در غرب نخواهیم بود. متشکرم از شما سارا مطلی. رضا خندان همسر نسرین ستوده میگوید با اینکه پزشکی قانونی مرخصی خانم ستوده رو تمدید کرده بود، از او خواسته شد به زندان قرچک برگردد. خانم ستوده به علت بیماری چند روزی به مرخصی رفته بود، اما ساعتی پیش به زندان برگشت. او که یک وکیل و فعال سرشناس حقوق بشر است، یکی از 100 زن در فهرست زنان سال بی بی سی است. به این مناسبت نعیمه نامجو نگاهی کرده به فعالیت های او. روزنامه‌نگار، وکیل، فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی، برنده جایزه های معتبر حقوق بشری. همیشه زمانی که با زنان یا موکلان دیگرم به دادگاه می رفتم، با خودم فکر می کردم که این احتمال وجود داره که بازداشت بشم، اما باز با خود فکر میکردم که نمیشه به دریا زد خیس نشود. نسرین ستوده یکی از شناخته شده ترین فعالان حقوق بشر ایرانی است. حال شما خوبه؟ مرسی. شما خوبی؟ مرسی. حالت چطوره؟ بعد از حدود 2.5 سال زندان چند روزی به مرخصی آمد، آن هم بعد از ابتلا به کرونا و روزها اعتصاب قضا. دو حکم 33 سال و 5 سال زندان دارد و به 148 ضرب شلاق محکوم شده. حکمی که به گفته خودش به دلیل وکالت دختران انقلاب برای او صادر شده بود. این حکم با واکنش گسترده جهانی روبرو شد. سال 74 بعد از گرفتن مدرک فوق لیسانس در آزمون وکالت شرکت کرد، اما پشت در کانون وکلا مانده بود و به او اجازه کار داده نمی‌شد. او از سال 1382 وکالت را شروع کرد، راهی که زندگیش را برای همیشه تغییر داد. شاید بشود گفت او خودش را وقف پرونده‌هایش کرد. عناوین پرونده هایی که او وکالتشان را بر عهده داشته گذری مجمل است بر داستان طولانی فعالیت های نسرین ستوده و تلاش هایش برای حقوق زنان، حقوق کودکان، حمایت از زندانیان عقیدتی سیاسی، اقلیت های قومی و تلاش برای لغو اعدام. پرونده هایی که عموماً زیر نگاه سنگین مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بوده. در یکی از اولین پرونده های مهمش، وکالت بعضی از اعضای کمپین 1 میلیون امضا را به عهده گرفته بود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم یکی از موکلان او بود. پرونده ای حساس که متهمش حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان بود. تا پایان دفاعیات آقای شمداری مجبور به هر که جلسه هستم به من اجازه هیچ گونه دفاعی داده نمیشه. خانم ستوده همینطور وکالت بعضی از متهمان حوادث بعد از انتخابات سال 88 رو هم به عهده داشت. 13 شهریور 89 به دلیل فعالیت‌هایش زندانی شد و با حکم محرومیت از وکالت روبرو شد. این مصاحبه بعد از آزادیش از زندان با او انجام شده. اگر که فکر میکردم که ممکنه 3 سال رو در زندان بگذرونم، خیلی دچار وحشت میشدم. اما وقتی با اون مواجه شدم، وقتی متوجه شدم که باید این موضوع رو باهاش کنار بیام، کاملا حس کردم که آمادم، آماده خیلی بیشتر از اینها بودم و میتونستم ادامه بدم. اما
احساس الانم چیه؟ الان من فکر میکنم که از هیچ کس هیچ کینه ای ندارم. در این سالها به خانه اش هجوم برده شده، همسرش بازداشت شده و دخترش ممنوع الخروج و حتی دادگاهی شده. هزینه ای برای یادآوری قانون و تلاش برای اجرای عدالت. نه تنها نسرین ستوده که بسیاری از وکلای ایرانی که پرونده های مشابه میپذیرند با برخورد نیروهای امنیتی و احکام سنگین زندان روبرو شدند. میگوید کاری کرده اند که این طرف و آن طرف میله ها هر دو برایش زندان است. اینجا رو واسه آدم زندون میکنن. بیرونی ها از زندان آزاد شدی، ولی بیرون زندان بزرگتری میشه. نزدیکترین دوستات و بدترین دشمنات میکنن. بعدش فکر میکنی که یا باید بذاری بری فرار کنی، یا اینکه روزی صد بار آرزو کنی برگردی اون تو. بسیاری جایزه های معتبر حقوق بشری هم برای فعالیت هایش به او اهدا شده. دوستان عزیز، وکالت و احیای عدالت امانتی بود که از دیگران به ما رسیده بود. با پروانه یا بی پروانه ما اینو به آیندگان خواهیم سپرد. آخرین برنامه از سری برنامه‌های صد زن رو با اجرای رویا رائی خواننده ایرانی به پایان می‌بریم که قطعه اجرا کرده با نام زندگی ساخته سیامک بهبهانی. بی تو خرچ کنم این دل بی حوصله را، تو بیا تو که مگر کم کنی این فاصله را. نکند روی تو در آینه پیدا نشود، چشم من بار دیگر غرق تماشا نشود. آغوشم ز تو خالی با یادت به چه حالی تیمی شد شب تاری. اجرای رویا رائی بود. با این اجرا به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. این برنامه رو هم میتونید در وبسایت ما ببینید، هم یوتیوب بی بی سی فارسی. شبتون خوش.